پس وقتی شما میای شیخ محمود شبستری رو یا ملا صدرا رو یا ایکس و ایگرگ رو شما میکوبی، در واقع داری تلافی بی توقعی فردید رو نسبت به آیت الله خمینی در میاری. اینه ریشه قضیه. تا اینکه ما میایم میرسیم به امروزی که آقای عبدالحسین خسرو پناه میاد یه دونه کلیپ درست میکنه برای فرق نیوز و در اون به اهل تصوف و اهل مشرب عرفان اسلامی اهانت میکنه و تهمت میزنه. آیت الله خمینی در نامه‌ای که در جواب آقای انصاری نوشته در 1367 یادآوری میکنه که بزرگترین مسئله که سبب فروپاشی یک جامعه میشه، مثلا جامعه روحانیت، علی‌رغم تمام تضادهایی که توش هست، علی‌رغم تمام اختلافات عقیده‌ای و سلیقه‌ای که توش هست، اما یک عاملی میتونه سبب پاشوندن همه چیز بشه و اونم حب جاه، یعنی خودخواهیه. جایی که حسادت توش ریشه میبنده، کینه و خصومت و عداوت و دشمنی ریشه میبنده. بعد آیت الله خمینی میگه چی؟ میگه این رو هیچ جوری نمیشه مشکلش رو حل کرد مگر با ریاضت، که اون هم از حوصله این نامه‌ای که الان من دارم مینویسم در جواب آقای انصاری خارجه. ریاضت، پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن، کین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. ببری مال مسلمان. این راجب اختلاسه، این راجب چپاول بیت الماله، به نام اسلام، به نام دین. ببری مال مسلمان، چون مالت ببرند بانگ و فریاد برآوری که مسلمانی نیست. ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. بله، ریاضت لازم داره، ریاضت، اون هم به قانون شریعت، اون هم زیر نظر استادان کارکشته که آیت الله خمینی ازش به نام پیر یاد میکنه. دستان شیخ ببوسی که تکفیرم کرد، محتسب را بنوازی که زنجیرم کرد. معتکف گشتم از این پس به در پیر مغان، که به یک جرعه می از دو جهان سیرم کرد. آب کوثر نخورم، منت رضوان نبرم، پرتو روی تو ای دوست جهانگیرم کرد. دل درویش به دست آور که از سر الست، پرده برداشته آگاه ز تقدیرم کرد. پیر میخانه بنازم که به سرپنجه خیش، فاغنیم کرده عدم کرده و تسخیرم کرد. خوابدم درگه پیرم که ز دلجوی خود، غافل از خیش نمود و زبر و زیرم کرد.